درود بر همه دوستان، امیدوارم خوب و خوش سلامت باشه. یک آموزش خیلی سریع امروز میخوام براتون بدم و این آموزش در باب این هست که چگونه برنامه های زنده رو در فیسبوک و یوتیوب دریافت کنیم. بسیار دوستان پیام میدن به من که چگونه این برنامه ها رو میشود دید و بعضا برنامه ها رو از دست میدن و سوال میپرسن مرتب. من هم گفتم خیلی سریع بیام و توی یک آموزش توضیح بدم که چی کار کنن، چه تغییراتی به وجود بیارن که برنامه های زنده رو به خوبی ببینن. حالا ما میایم اینجا و در یک آموزشی هست اینجا روی یوتیوب، اول یوتیوب رو نشونتون میدم و بعد میرسیم به فیسبوک. وقتی که وارد یوتیوب میشید دوستان، همین جوری که در فیلم میبینید یک قسمت داریم به اسم سابسکرایب. میبینید که اینجا سابسکرایب هست و یک تعدادی هم سابسکرایب کردن، دنبال کردن. شما باید اولین کاری که انجام میدید روی این سابسکرایب کلیک کنید و وقتی که کلیک کردید همونجوری که میبینید پیامی دریافت میکنید که سابسکرایب ده، یعنی شما مشترک شدید. این سابسکرایب کردن باعث میشه که شما مشترک کانال بشید و یک چیزی که بسیار مهم است، این علامت زنگ بود که علامت نوتیفیکیشن هست، این رو باید حتما تیک بزنید و گزینه بغل اون وقتی که این گزینه هم باز میشه این رو هم تیک بزنید که همه نوتیفیکیشن ها برای شما ارسال بشه. حالا اگر کامپیوترتون به زبون دیگر هست اون رو هم به همین ترتیب هست، رو همین روش برید. میبینید الان زنگ شکل یک زنگ ستاره دار شد. حالا تو این قسمتی که میبینید برای موبایل هست، دقیقا همون سابسکرایب به قرمز رنگ رو کلیک میکنید و اینجا ترن آن رو کلیک میکنید به عنوان گزینه دوم. این برای یوتیوب بود دوستان و با این روش در یوتیوب همیشه شما وقتی که برنامه زنده اجرا میشه و روی یوتیوب میاد، شما یک پیام احتمالا در گوشی یا کامپیوتر خود یا ایمیل خود دریافت میکنید که این برنامه انجام شده و میتونید الان بیایید و نگاه کنید. این به شما کمک میکنه که برنامه ها رو از دست ندید و امیدوارم که در یوتیوب این قسمت رو دریافته باشید. حالا میان سراغ فیسبوک. ببینید دوستان، در فیسبوک من تعداد بسیار زیادی درخواست دوستی دارم. الان یه چند نمونش رو دارم برای شما نشون میدم. اینجا میبینید که بسیار درخواست های دوستی فراوان اومده از افراد مختلف. لیست پر هست، لیست من 5000 نفر ظرفیت داره و پر هست. برای همین منظور شما اولین کار وقتی که میبینید لیست پر هست، بیاد در صفحه و روی گزینه صفحه رو هم آدرسش رو دارم براتون هایلایت میکنم. ببینید facebook.com/مبارزه2010، شما بیاید روی گزینه فالو و با استفاده از گزینه فالو میتونید تعقیب کنید صفحه رو و این به شما کمک میکنه که همیشه بدون اینکه حتی درخواست دوستی داده باشید یا توی لیست باشید فالو کرده باشید. این قسمت البته دوستان مختص کسانی است که در لیست دوستی من نیستند، برای دوستان تازه دارم توضیح میدم. یکی قسمتی که خیلی مهم است، بعد از اینکه فالوین کردید حتما حتما این رو سی فرست کنید، یعنی اول ببینم، یا حالا به فارسی هر چیزی که هست اون بالا. وقتی روی فالو بزنید توی موبایل هم به همین ترتیب روی سی فرست بزنید، یعنی همه پست ها، همه برنامه های زنده و غیره ای که از من میاد روی فیسبوک در صفحات اول خودتون خواهید دید و این به شما کمک میکنه که دوباره برنامه ها رو از دست ندید دوستان. این رو، این دو آموزش رو خواستم بهتون بگم و به یاد داشته باشید. دقیقا طبق همین مراحلی که توضیح دادم انجام بدید. اگر صفحه مثلا زبون فیسبوکتون فارسی هست یا اگر با موبایل کار میکنید، دقیقا همه اینها مشابه هست، هیچ فرقی نداره. همین ترتیب و همین تنظیمات رو روی فیسبوک من انجام بدید برای خودتون، روی یوتیوب من انجام بدید برای خودتون، هیچ کدوم از برنامه ها رو از دست نمیدید و همیشه نوتیفیکیشن از دریافت میکنید که برنامه ها شروع میشه.
به خاطر همین این رو به یاد داشته باشید و با دوستان خودتون نیز به اشتراک بگذارید. سپاسگزارم. خواستم یه آموزش کوتاه باشه و چون آموزش ها رو ما کوتاه میکنیم مثل برنامه های سیاسی نیست، امیدوارم که مورد قبول واقع شده باشه. اشتراک گذاری رو هم فراموش نکنید دوستان. بدرود، پاینده ایران، جاوید شاه.